این اسنادی که آقای اردشیر زاهدی در اختیارتون در اختیار دانشگاه در واقع گذاشتن، راجع به اون توضیح بفرمایید و بعد بپردازید به نکته‌ای رو که می‌خواستید اشاره بفرمایید، چون فکر کنم این خیلی موضوع مهمه و جناب عالی هم همیشه همونطوری که عادتتون هست و روشتون بوده در مواردی که واقعا توی کارهای تحقیقاتیتون کمک شده به شما و بیریا افرادی اسنادی رو که در اختیارتون گذاشتن واقعا سپاسگزاری خودتون رو با صدای بلند اعلام کردید و اینم واقعا لازم هست که راجبش صحبت بشه آقای دکتر. این اسناد من الان میتونم به قطع بگم هیچ مجموعه‌ای به این اهمیت در مورد سیاست خارجی و بخش‌هایی از سیاست داخلی ایران در خارج کشور وجود نداره و این مجموعه گردآوری شده به لحاظ اینکه دو نفر 50 سال 60 سال این درایت رو داشتن که فکر کنن اسنادی که از زیر دستشون رد میشه، نامه‌هایی که بهشون میرسه، نامه‌هایی که برای دیگران میفرستن، مینوت مذاکرات همه اهمیت داره و حفظش کردن. 94 جعبه اسناد تیمسار زاهدی و اردشیر زاهدی، اسناد مربوط به دوران وزارت امور خارجه و اسناد مربوط به سفارتش و اسناد پدرش، اسناد بقایت مهمی از تیمسار زاهدی الان در اینجا هست و 4 جعبه از عکس‌های خیلی نادر و نکاتی رو در مورد سیاست خارجی ایران روشن میکنن که واقعا به نظر من دوباره میشه به قطع گفت از به بعد در مورد سیاست خارجی ایران در دوران شاه نمیشه بدون مراجعه به این اسناد کتاب جدی نوشت، برای اینکه اسناد آمریکایی هست، مثلا اسناد انگلیسی هست، اسناد فرانسوی هست، ولی اینا روایت ایران از این ماجرا هست. بسیاری از اینها دستخطای شاه در حاشیه‌اش هست و نظراتی که شاه در مورد این مسائل داره. خلاصه مجموعه واقعا بسیار بسیار مهمی است. من خیلی خیلی هم خصوصی تشکر کردم، هم باید عمومی تشکر بکنم که آقای اردشیر زاهدی این حسن نظر رو داشتن به من و دانشگاه استنفورد که این مجموعه نفیس رو بدون کوچکترین چشم داشته مالی، حتی از اصطلاح امکانات مالیاتی که ممکنه دادن چنین مجموعه نفیس گرانبهایی بتونن بهره برداری کنن، اون رو هم ازش سرپوشی کردن و در صدد هستن که سال دیگه ما بتونیم یک بورس تعیین بکنیم برای 3-4 ماه که یه محقق ایرانی بیاد برای این اسناد کار بکنه و مقاله علمی یا سخنرانی علمی در مورد سیاست خارجی ایران در اون دوران بنویسه. خلاصه این مجموعه واقعا بی‌نظیری است و شگفت‌انگیزه که پدر و پسر هر دو چه حس گردآوری آرشیوی داشتن. مثلا ما حکمی که در 28 مرداد بعد از ظهر 28 مرداد ساعت 3 فضل‌الله زاهدی می‌نویسه و به سران واحدهای مختلف ارتش دستور میده که من از این به بعد باتمان قلیچ رو رئیس ستاد کردم و شما موظفید از او پیروی کنید، این اون رو نگه داشتم. تمام نامه هایی که من از قشقایی ها بگیرید تا مثلا علی امینی برای فضل‌الله زاهدی نوشتن اونجا هست. بعضی از مینوت های نامه هایی که فضل‌الله زاهدی و همه تقریبا گزارش هایی که اردشیر زاهدی به شاه نوشته، چه در دوران وزارت امور خارجه، چه در دوران سفارتش، اونها اونجاست. من همین که گفتم الان یک ماهی است، هفته 3-4 روزی میرم در اون آرشیو برای اینکه دارم یه مجموعه رو انتخاب میکنم که به صورت کتاب در بیاد. یادداشت‌های روزانه فضل‌الله زاهدی در زندان انگلیس در فلسطین اونجاست.
مینوتایی که داشت تهیه میکرد برای اینکه شاید یه خاطراتی بنویسه اونجاست، یادداشت‌های روزانه‌اش، نه یادداشت‌های روزانه، یه خاطرات مانندی که در مورد ماجرای شیخ خزعل نوشته اونجا، و اینا رو نگه داشتن. یعنی هم پدر نگه داشته و هم پسر اردشیر زاهدی با خرج زیاد و با دقت. و میدونی اینجوری نیست که فقط اونایی که اسنادی که خودش یا پدرش رو خوب نشون میده نگه داشته. اگر شاه بهش نامه نوشته و بهش تشر زده که زده در یه مورد، مثلا زاهدی یه چیزی گفته شاه خوشش نمیده، شاه به عیادی گفته به زاهدی بگو چرا اینو گفتی، اونم نگه داشته. یعنی یه جامعیتی داره از نامه‌ای که از دربار میاد که ما مثلا فلان قد براتون خاویار فرستادیم و میخواییم به این افراد بدیم، همه اونا هست تا رسید دریافت این خاویارها توسط این افراد. خلاصه مجموعه واقعا فوق‌العاده است. دکتر میلانی، تا اینجایی که میدونم که اینا خیلی مفصله و وقت زیادی میخواد، شما با مشغله‌ای که دارید و واقعا اون رو که من یکی سر تعظیم فرود میارم در مقابل شما که علی‌رغم تمام این کارهایی که انجام میدید سعی میکنید به این گونه به همه این مسائل به موقع برسید، آیا تضادی بین بعضی از این یادداشتایی که اونجا میبینید و مدارکی که هست با اون چه که داره یواش یواش منتشر میشه از طرف CIA و امریکا دیده میشه، یا اینکه و همچنین یعنی سه یه مثلث در نظر بگیریم، یک به اصطلاح طرفش یک گوشش کتابیه که شما مرغوم فرمودید و چند بار تغییراتی درش یعنی اصلاحاتی شده و اضافاتی بهش افزودید، و این مدارک و مدارکی که به هر حال از طرف CIA منتشر شده، هیچ تضادی میبینید یا تساوی میبینید و توافقی میبینید بین اینها؟ هم تضاد هست، هم تشابه هست، هم توازی هست، هم تفاوتهای اندک هست، و کار تحقیق دقیق دقیقا مستلزم اینه که شما اسناد آمریکا مثلا و انگلیس و اسناد زاهدی و اسناد شاه و اسناد کاشانی و فلان و همه اینها رو کنار هم بگذارید و از کنار این مجموعه، و واقعا یه نوع کار کارگاهیست دیگه، من بمکنم واقعا تنها چیزی که میشه بهش تشبیه کرد کار شرلاک هولمزه. بله. شما باید اینها رو کنار هم بچینی و از درون اون سعی کنید یک حقیقت نسبی تاریخی رو بهش برسید، تا مجموعه بعدی اسناد که در میاد شما دوباره باید یک تدقیق بیشتری بکنید، تصحیح بیشتری بکنید. و خیلی چون من اسناد آمریکایی را دارم خیلی میخونم، برام خیلی جالب این 1000 صفحه‌ای که در اومده، اونجا نکات جالب بحث انگیز خیلی داره. و دوباره در اون مورد هر دوی این مجموعه، یعنی هم اسناد مصاحبه های یادداشت‌های زاهدی پدر و پسر و هم اسناد آمریکایی، به طور غیر قابل انکاری نشون میدن که از حدود 9 ماه قبل از 28 مرداد آیت الله کاشانی با دربار، با سفارت آمریکا، با CIA، با زاهدی ها، با دیگر مخالفین مصدق برای برانداختن مصدق تلاش جدی سازمان یافته میکرد. دوباره امروز دیدم در یکی از این دیروز در یکی از امروان جمعه گفته بود که کودتا شد چون مصدق با کاشانی در افتاد. اصلا واقعیت تاریخی به نظر من کاملا خلاف این نشون میده. کاشانی بود که با مصدق در افتاد، کاشانی بود که انتظار قدرت بیشتری از مصدق داشت، کاشانی بود که فکر میکرد مصدق در بعضی زمینه ها داره زیاده روی میکنه، فکر میکرد مصدق در بعضی زمینه ها شیوه استبداد پیش گرفته، قانون شکنی داره میکنه. یعنی بحث خیلی پیچیده تر از اینه که این آخوند در نماز جمعه، و این اسناد یک قنای، اگر کسی
خودش زحمت خوندنشو بده، یک قنایی به درک ما از این تاریخ میبخشن که واقعا خیلی هم مورد نیاز هست و هم خیلی شگفت انگیز و شادی آفرینه، برای اینکه کشف جدید آدم هر وقت میکنه. بله. آقای دکتر، ضمن صحبتاتون گفتین تا یک نتیجه نسبی، واژه نسبی رو به کار بردید، یعنی علارغم تمام این اسناد باز خیلی دشوار خواهد بود که در بعضی موارد البته شاید که اون حقیقت اصلی رو پیدا کرد. آیا تا اینجا که این مطالعاتو میفرمایید در مورد چه اسناد آقای اردشیر زاهدی و چه اسنادی که از طرف امریکا اخیراً منتشر شده، ممکنه در کتاب در چاپ آینده نگاهی به شاه تغییراتی به وجود بیاد؟ والا خوشبختانه هیچ کدوم از نکات اصلی مورد بحث در نگاهی به شاه در این قسمت مربوط به 28 مرداد تو این اسناد چیزی که من ناچار به تغییرش باشم نیست، یعنی یه جزئیات مهمی رو پر میکنه، یه اطلاعات تازه دقیقی به ما میده. مثلا من به یه جلسه اشاره کردم، حالا جلسه قبلش هم میدونیم، دو تا مینوت متفاوت هم از اون جلسه داریم، احتیاج من حداقل به ذهن خودم احتیاجی به اون ندیدم. اسناد زاهدی روایت هم پدر و هم پسر رو از این ماجرا ارائه میکنن، به خصوص اون یادداشت‌های خود تیمسار زاهدی، به هر حال اونها هم بایستی مد نظر قرار بگیره. ببینید هیچ کدوم از اینا رو نمیشه حقیقت مطلق دونست. زاهدی از منظر خودش تاریخ گفته، اون سفیر آمریکا از منظر خودش گفته، روزولتی که نشسته در اتاق در وزارت امور خارجه داره روایت خودش رو میگه، اون از منظر خودش نوشته. ما باید اینا رو کنار هم بذاریم و اسناد دیگر رو توجه کنیم. مثلا میدونید تو این اسناد روایت مختلفی هست که آیا کاشانی پول گرفته یا نه. یکی دو بار در اسناد آمریکایی آشکاری که میگن سعی میکنن بهش پول بدن، بعد میگه نمیخوام، بعد یه نفر میاد از طرف کاشانی به سفارت میگه که شما اگر پول بدید برای فلان کار ما میخواییم یه دیر بیاریم یه جلسه اسلامی اینجا علیه حزب توده مبارزه کنیم. آقای کاشانی خیلی خوشحال میشه. نمیشه گفت اون پول حتما برای کاشانی میگرفت، ما نمیدونیم، ولی میدونیم که یه چنین اتفاقی افتاده. اگه یه روزی ما اسناد دفتر آقای کاشانی رو روشن بکنن، چاپ بکنن، در اختیار مردم قرار، محققین قرار بدن، خب خیلی مسائل روشن میشه. من گفتم میخواستم در مورد یه بله بفهمید سند به خصوص میدید در هزار این بحث به اوضاع امروز ایران هم ربط پیدا میکنه و این مسئله پرواز هواپیماهای روسیه در ایران و استفاده از پایگاه نوژه که خیلی سرسری گرفته شد و به نظر من اصلا نباید سرسری گرفته شد. 1967 ایاتون باشه، خب مصر و عراق کلن شکست خیلی بدجوری خوردن دیگه. بله. و دولت ایران اجازه میده که بعضی یه تعداد محدودی هواپیمای روسی از روی فضای ایران برن، کوتاه‌ترین راه رو برای رسوندن اسلحه. شاه شرط میکنه که ما پرواز هواپیمای روسی رو اجازه نخواهیم داد. شما هواپیمای روسی رو مارک عراق روش بزنید، خلبان ها عراقی باشن، که ما حاضریم به یک کشور مسلمان کمک کنیم ولی نمیخواییم به نه به مصر میخواییم کمک بکنیم نه به سوریه، چون اینا هر دو ماند شاه بودن. خلبان ها باید عراقی باشن. سوریه دکتر سوریه یا روسیه؟ سوریه. و اون موقع بله شوروی هم بود دیگه. بله شوروی. میگه ما برای حسن همجواری به عراق حاضریم به هواپیمای شوروی اجازه پرواز بدیم. این تعداد هواپیما حق دارن پرواز کنن، در طول روز باید پرواز کنن،
خلبان ها باید مسلمان عراقی باشه و به محضی هم که وارد هوای ایران شدند باید به ما خبر بدید. هواپیمای ایرانی باید در تمام مدتی که اینا هستن نیروی هوای ایران اینها رو دنبال بکنه. روسا طبق معمول حقه میزنن، تعداد هواپیماهایی که میفرستن بیشتره و هواپیما همشون هم مارک عراقی نداره. این مینوته، حالا من اینو چاپ خواهم کرد در اون کتاب با ترجمه فارسی و انگلیسی، عصر فارسی و انگلیسیش خواهید دید. شاه هرچی نارتر سفیر شوروی رو میگه، میگه شما فکر کردید چی کاره هستید؟ شما به چه حقی اومدید بیشتر از اون چی که ما بهتون اجازه دادیم هواپیما بردید؟ مگه ما شما نگفتیم باید این کار بکنه؟ یعنی اصلا سفیره روایت دست پاچه میشیم یه قربان، ما شما خود شما به ما چیز کردید. یعنی این همه شاه نگران این بود که هواپیماهای شوروی از ایران بر فراز خاک ایران پرواز بکنن. الان میبینیم که هواپیما ها میان از پایگاه نوژا هم استفاده میکنن، هر روز هم سهم اقتصاد وابستگی اقتصاد ایران به تجارتش با روسیه بنابر ظاهرا پیشنهاد و بنابر طرحی که آقای خامنه‌ای داره بیشتر میشه و بحث جدی در این مورد من نمیدونم ایجاد کسی تو داخل ایران که خب میترسن از آقای خامنه یا از سپاه، اون جناح سپاه که طرفدار روسیه هستن. آقای دکتر یه تشابهی نمیبینید بین علاقه آقای خامنه ای به آقای پوتین و علاقه آقای دونالد ترامپ به آقای پوتین؟ به هر حال هر دو خیلی موافق آقای پوتین هستن، هر دو با پوتین روابط ویژه‌ای دارن. آقای پوتین هم وقتی که به ایران آمد مستقیم رفت دیدار خصوصی فکر کنم 2 ساعته‌ای کرد، هیچ کسی نپرسید در این مذاکرات کسی جرأت میکنه. اینجا البته جرأت میکنن، اینجا ترامپ رفته 1 ساعت اضافی با مذاکره کرده و رسما اعلام نکردن. الان 3 روز اینجا نه تمام مطبوعات بخش مهمی از مطبوعات دائم در جستجوی هستن که چرا این جلسه صورت گرفته، چرا مترجم آمریکایی نبوده فقط یه مترجم انگلیسی بوده، چرا یه نفر دیگری، چون معمولا در این جلسات یه نفر دیگه هم هست، ندرتا هستن که دکتر رئیس کشورها بدون مترجم دو طرف، بدون وزیر امور خارجه، بدون مشاور امنیتی مذاکره میکنن. ولی خب ایران دوباره میدونیم که این شد گاهی در مطبوعات اصلاح طلبا آدم یه اشاره هایی به تلویح و با اشاره از روسا نقد میکنن. مثلا همین دیروز میدیدم توی سایتی وابسته به نزدیکی به آقای روحانی اشاره به این شده بود که روسا دارن در سوریه به ایران حقه میزنن، مثل این که به اسد یه نماینده روسی گفته که تو باید با ایران فاصله بگیری. خلاصه آخر حرف این بود که چرا اینقدر به روسا تکیه و اعتماد میکنید؟ ولی بحث آزاد جدی که نمیشه توی فضای سانسور شده و پرخفقانی که کسی جرأت نمیکنه کوچکترین ایراد جدی بر بعضی از مهمترین تصمیماتی که مثلا آقای خامنه‌ای گرفته وارد بدونه.